سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. دکتر عبداللهی هستم، دامپزشک و به صورت تخصصی در ارتباط با بهداشت، پرورش و بیماری های مرغ و گوشتی فعالیت دارم. در این ویدیو میخوام به این موضوع بپردازیم که برای هفته اول پرورش، یا بهتر بگم 10 روز اول پرورش، بهتر مردارا از دان پلت یا دان آماده استفاده بکنند یا دان رو خودشون آماده بکنن، یعنی همون دان مش یا دان آردی. اگر علاقمند به این موضوع هستین حتما تا انتها با ما همراه باشین. قبل از اینکه وارد مباحث خود ویدیو بشیم، بهتر اینجا با هم یه تعیین تکلیف داشته باشیم که کاملا مشخص بشه. استفاده کردن از دان آماده با کیفیت، با دانه بندی درست و دانی که خوب نیاز تغذیه‌ای جوجه یک روزه شما رو فراهم بکنه، به مراتب ارجحیت داره، اولویت داره به دانی که خودتون در واحد مرغداری میخواید آماده بکنید برای اون بازه زمانی 10 روزه اول پرورش. خب در ابتدای ویدیو میخوام یه انتقادی بکنم از مرغداران عزیزی که ما هنوز میبینیم برای ساعتهای اولیه ورود جوجه خودشون هیچ دانی در نظر نمیگیرن و جوجه خودشون رو گرسنه نگه میدارن، حالا به هر دلیلی. من هنوز نمیدونم که چرا دارن این کار رو انجام میدن. باید بدونید که دان بلا فاصله باید بعد از ورود جوجه به داخل سالن در اختیارش قرار بگیره و به وفور باید این دان در اختیارش باشه و توی تصاویر هم ما خیلی جاها خدمت شما عزیزان نشون دادیم که دان هم روی سفره هایی که برای جوجه تعبیه شده، هم توی دانخوری های دستی، هم حتی توی دانخوری های اتوماتیک باید در اختیار پرنده قرار بگیره تا زودتر به در واقع دان برسه، که در ادامه میگیم که این زودتر رسیدن به دان چه مزایایی برای اون جوجه داره. ما برای پرورش مرغ و گوشتی از 2 دان استفاده میکنیم معمولا. یکی دان پلت یا دان آماده هستش که معمولا کارخانجات تولید کننده خوراک دام و طیور اینها را آماده میکنن به صورت گونی زده، حالا تو گونی های 30 کیلویی 40 کیلویی وارد فارمتون میشه، که این دان کاملا آماده هستش. به محض این که به دست شما میرسه شما میتونید برای پرنده استفاده بکنید، یا اینکه به شکل فله توسط ماشین های بولک میاد وارد سیلوهای شما میشه و از طریق انتقال دان وارد سالنتون میشه. هر دو نوع میتونه انتقال پیدا بکنه به واحدتون، و یا اینکه دان به صورت آردی یا مش در اختیار پرنده قرار میگیره. دان آردی یا دان مش دانی هستش که 0% در داخل خود واحد مرغداری شما آماده میشه، یعنی ذرت، سویا، کنسانتره، گندم، اقلام معدنی، ویتامینه، ضد کوکسیدیوز ها و هر موادی که شما برای در واقع دان میخواهید استفاده بکنید در داخل واحد مرغداری به صورت مجزا خریداری میشه، میاد وارد انبار دان میشه، اول با هم دیگه در واقع مخلوط میشه، اینها آسیاب میشه، بعد دوباره داخل میکسر میاد میکس میشه و در اختیار پرنده قرار میگیره. پروسه ای هستش که معمولا خیلی دردسر داره و تو دنیا بیشتر متمایل هستن به استفاده کردن از دان آماده یا دان رو در داخل واحد خودشون تهیه نکنن، اما هنوز هم تعداد بسیار زیادی از مرغداران در کشور در واقع وجود دارن که دان رو خودشون آماده میکنن، برای اینکه اعتقاد دارن صرفه اقتصادی داره و هزینه دان مش یا دان آردی که در داخل واحد خودشون تولید میکنن به مراتب کمتر از دان پلت هستش. چون برای پلت کردن دان اون کارخونه ای که برای شما میخواد دان پلت رو انجام بده یک در واقع سهمی رو میگیره که اون سهم میاد روی قیمت تمام شده دان و یه مقدار دان آماده رو گرونتر از دان مش میکنه. اما خب به هر حال توی ویدیوی مجزا ما به این موضوع میپردازیم که چه مزایایی داره این دان آماده یا دان پلت، و از اون طرف هم چه معایبی داره که اون کسایی که دارن دان مش استفاده میکنن علاقه به استفاده از دان آماده ندارن، که بعدا به صورت تخصصی در موردش صحبت میکنیم. دوستان عزیزم، هفته اول پرورش یک هفته بسیار مهم و استراتژیکه. حالا بعضی ها اعتقاد دارن که 2 هفته پرورش مرغ گوشتی بسیار مهمه. هفته اول پرورش چرا برای ما مهمه و اینقدر اهمیت داره که خوراک شما باید گرونتر تهیه بکنیم، حساسیت بسیار بالایی روش داشته باشیم، و چرا هفته اول پرورش مرغدارها آروم و قرار ندارن؟ چرا همیشه در پی این هستن که هفته اول پرورش خودشون رو به درستی انجام بدن؟ یک واژه‌ای در بین کارشناسا وجود داره و اون پذیرایی جوجه در هفته اول پرورش. یعنی شما پذیرایی درستی از جوجه در هفته اول پرورش داشته باشید، به مراتب مشکلات شما کمتر میشه. جوجه‌ای که وارد سالن شما میشه به چند دلیلی باید بیشتر مراقبش باشید. اول اینکه این جوجه اصلاً به محیط پرورش شما
آشنا نیست، اصلا نمیدونه تشنگی چیه، گرسنگی چیه، و به محض اینکه به دانه آب در سالن شما دسترسی پیدا میکنه، مزه دانه آب و تشنگی و گرسنگیش در واقع تحریک میشه و اصلا کلا میفهمه تشنگی گرسنگی چیه. موضوع دومی که این جوجه ها تو روزهای اول پرورش به صورت خونسرد عمل میکنن، یعنی اینکه نمیتونن بدن خودشون رو گرم بکنن، برای همین تو هفته اول پرورش شما بسیار باید مراقب دمای محیط و همچنین دمای بستر مرغداری خودتون باشید که پرنده بتونه به درستی رشد پیدا کنه. هر گونه تغییرات توی سیستم دمایی یا تهویه به شدت روی جوجه شما تأثیر منفی میگذاره. و موضوع آخر که بسیار مهمه اینه که هر گرم دان بیشتر در هفته اول مصرف بشه، شما وزن بیشتری در هفته اول دارید و در نهایت وزن نهایی بهتری رو خواهید داشت که سود اقتصادی بسیار قابل توجهی رو برای شما فراهم میکنه. پس هفته اول پرورش هفته در واقع شوخی برداری نیست، شما هر چقدر هزینه بکنید برای این هفته کمه، ولی هزینه باید هزینه معقول و توجیه شده ای باشه. عزیزان، کیفیت دانه آماده ای که شما در اختیار پرندتون قرار میدید برای هفته اول پرورش بسیار بسیار مهمه. این دان باید فرمولاسیون درستی داشته باشه، دانه بندی درستی داشته باشه، خاک زیاد نداشته باشه و همچنین دان بسیار با کیفیتی باشه که بتونه جوجه ها رو تحریک بکنه به خوردن بیشتر و همچنین به وزن بهتر. این موضوع رو هم باید بدونید، مرغدارایی که حرفه‌ای هستن، با تجربه هستن، همیشه یک دان آماده یا دان پلت با کیفیت رو ترجیح میدن به دانی که خودشون بخوان توی واحد تولید بکنن و معمولا ریسک نمیکنن که بیان دان هفته اول پرورش رو خودشون تولید بکنن. پس دنبال یک دان با کیفیت بگردید. همچنین باید بدونید که دان با کیفیت و همچنین دسترسی جوجه ها هر چیز زودتر به این دان با کیفیت در واقع انجام بشه، باعث میشه که شما دستگاه گوارش جوجهتون به سرعت توسعه پیدا بکنه، سیستم ایمنی پرنده که در ارتباط با دستگاه گوارش به سرعت توسعه پیدا میکنه، به خوبی توسعه پیدا میکنه. حتی بد نیست بدونید که عملیات واکسیناسیون شما هم تحت تاثیر این موضوع میتونه قرار بگیره. پس تغذیه روزهای اول پرورش خیلی مهمه، باید این موضوع رو جدی بگیرید و همچنین باید به این نکته توجه بکنید که اگر هیچ کدوم از این نکات رو توجه نکنید، ضرری که شما در هفته اول پرورش به جوجه های خودتون وارد میکنید، یه موضوع دیگه هم باید توجه بکنید که یک دستی در گله یا یک نواختی وزنی در گله هم بسیار مهمه برای شما. شما در هفته اول پرورش ممکنه وزن میانگین خوبی داشته باشید، اما گله شما باید از سیوی وزنی یا یک دستی وزنی خوبی برخوردار باشه تا در سن بالا مشکل ایجاد نکنه برای شما، چون شما دارید به صورت گله‌ای پرورش میدید و این یک نواختی وزنی اگر درست نباشه، جوجه های شما جوجه های ضعیفی خواهند بود و این ضعف تا انتها میره و حتی تو دسترسی به واکسن و دان هم ممکنه برای شما مشکل ایجاد بشه. برای کلام آخر خدمتتون باید عرض کنم که عزیزانی که از دان آماده در ابتدای پرورش خودشون استفاده میکنن ولی میخوان در انتها تا انتها بعد از دان آماده از دان مش یا دان آردی استفاده بکنن، دو تا نکته رو باید توجه بکنن. اول اینی که شما زودتر باید برید به سمت دان مش، یعنی بعضی از مرغدارا هستن تا روز 20 پرورش هم دان پلت استفاده میکنن، این زیاد درست نیست، چون سنگدان باید توسعه خوبی داشته باشه، در واقع هرچی شما اینو به تعویق بندازید و در واقع دیرتر دان مش رو بخواید شروع بکنید، سنگدان پرنده شما چون دان پلت یه دان آماده هستش و توسعه سنگدان زیادی ندارید، سنگدان شما تنبل خواهد شد، سنگدان جوجهتون تنبل خواهد شد و این باعث میشه که دانه مش رو خوب نتونه هضم بکنه. پس زودتر بریم به سمت دانه مش. و نکته دوم اینه که اگر میخواید از دانه پلت به سمت دانه مش برید، این تغییر باید آرام آرام انجام بشه، نه اینکه امروز دانه پلت شما تمام شده یهو دانه مش براش بکوبید و این گله خب دوچار مشکلات گوارشی و استرس زیادی بهش وارد میشه. سعی بکنید که ظرف 2 تا 3 روز این تغییر رو انجام بدید و حتی اگر میتونید در این بازه زمانی از ترکیباتی مثل پروبیوتیکا، پریبیوتیکا، اسیدیفایرها استفاده بکنید که این تغییرات میکروب‌های مفید دستگاه گوارش رو به حداقل برسونید. خیلی ممنونم که تو این ویدیو با ما همراه بودید. حتما به وبسایت ما هم سر بزنید و از ویدیوها و مقالات وبسایت استفاده بکنید. امیدوارم که همیشه شاد و سلامت باشید. خدا نگهدار.